به دنبال اجلاس شورای امنیت سازمان ملل که شب گذشته تشکیل اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی ملل متحد درباره جنگ اوکراین را تصویب کرد، اجلاس اضطراری مجمع عمومی ملل متحد امروز دوشنبه برگزار شد. در اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترس گفت جنگ اوکراین پیامدهای فاجعه باری دارد. ما اسنادی داریم که غیر نظامیان مورد حمله قرار گرفتند. بحران در حال تشدید است. این جنگ باید متوقف شود. مرزهای بین المللی اوکراین باید به رسمیت شناخته شود. کشورهای عضو باید منشور ملل متحد را رعایت کنند. ما نیاز به صلح داریم. The fighting in Ukraine must stop. It's raging across the country from air, land and sea. It must stop now. Russian missile and air bombardments have been pounding Ukrainian cities day and night. نماینده اوکراین در سخنان خود گفت یک جنگ تمام عیار در مرکز اروپا در جریان است. روسیه و تنها روسیه این جنگ را شروع کرد و اکنون بلاروس هم به آن پیوسته است. صدها شهروند اوکراینی و ده ها کودک کشته شدند. روسیه به شهر خارکیف موشک شلیک کرد و شهروندان بیگناه کشته شدند. موشک های روسی زیرساخت های صنعتی و سوخت اوکراین را مورد تهاجم قرار داده است. پل‌ها و فرودگاه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند. شهرهای متعددی تخریب شدند. For the first time since the United Nations was born, there is a full-fledged war in the center of Europe. Everyone in this hall and everyone in the world knows that Russia and Russia alone started this invasion, now facilitated by Belarus. For the first time since the نماینده اوکراین در سخنان خود صدای یک سرباز روسی را که قبل از کشته شدن با مادرش سخن گفته است پخش کرد. این سرباز خطاب به مادرش میگوید ما شهرها و شهروندان غیر نظامی را بمباران میکنیم. آنها خود را زیر زرهی های ما میاندازند و اجازه پیشروی نمیدهند. وقتی ما را به اوکراین فرستادند گفتند از شما استقبال میشود، اما مردم به ما میگویند فاشیست. ماما، I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities together, even targeting civilians. We were told that they would welcome us. And they are falling under our armored vehicles, throwing themselves under the wheels and not allowing us to pass. They call us fascists. نماینده اوکراین گفت آنچه الان در اوکراین انجام می شود بدتر از آن چیزی است که توسط نازی ها صورت گرفت. اکنون باید اقدام کرد. زمان کمک به اوکراین است. نماینده روسیه در روزهای اخیر موضوع روسیه با انبوهی از دروغ‌های رسانه‌ای فضا را پر کرده است. ما در حال دفاع از خود در مقابل رژیم اوکراین هستیم که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای و عضویت در ناتو است. خیلی مایوس کننده است که دوستان غربی ما به حمایت از چنین رژیمی برخواستند. استقرار نیروهای ناتو در خاک اوکراین برای ما خط قرمز است. خیلی از شما میگویید الان باید چه کار کرد؟ به نظر ما شورای امنیت میتواند نقش خود را بازی کند. به همین دلیل ما علیه قطعنامه‌ای که علیه روسیه و علیه اوکراین است رأی می‌دهیم.
مخالفت ما به خاطر آنچه در پیشنویس آمده بود نیست، به خاطر چیزهایی است که باید در آن ذکر میشد اما نوشته نشد. باز هم تکرار میکنم، فضای کنونی به خاطر دروغهایی است که توسط دولت اوکراین در مورد بمباران شهروندان، کودکستانها، مناطق غیر نظامی و غیره منتشر شده است. تأسیسات چرنوبیل با نظارت پلیس اوکراین سالم است و کار معمولی خود را می کند. متاسفانه شورای امنیت به وظیفه خود برای حفظ امنیت جهانی عمل نکرده است. روسیه آغاز کننده این بحران نبود و ما خواهان پایان دادن به این جنگ هستیم. The Russian Federation did not begin these hostilities. The hostilities were unleashed by Ukraine against its own residents, the residents of Donbas, and all of those who are dissenters. Russia is seeking to end this war. Thank you. نماینده اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر از جمله مولداوی و آلبانی و چند کشور دیگر صحبت کرد. او گفت ابتدا همبستگی و حمایت خود را از مردم اوکراین که قهرمانانه در مقابل تهاجم روسیه می جنگند اعلام می کنم. ما از روسیه و از نیروهایی که از روسیه حمایت می کنند می خواهیم قوانین بین المللی را رعایت کنند. ما قویاً دخالت بلاروس در بحران اوکراین را محکوم می کنیم. ما خواهان تمامیت ارضی اوکراین طبق مرزهای بین المللی هستیم. ما نمی توانیم مانند گذشته بی عمل باشیم، زیرا نسل های ما قیمت آن را خواهند داد. مردم اوکراین و همه مردم دنیا به ما و عمل ما چشم دوختند. امیدوارم این مجمع از قطعنامه صادر شده شورای امنیت حمایت کند. We condemn in the strongest possible terms the unprovoked invasion of Ukraine by armed forces of the Russian Federation in violation of Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity. We also condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine. نماینده انگلستان در جلسه مجمع عمومی ملل متحد گفت روسیه اوکراین را بدون اینکه تحریکی علیه آن صورت بگیرد اشغال کرده است. ما آماده هستیم در مقابل حمله روسیه در کنار مردم اوکراین بایستیم. این حمله به منشور ملل متحد است. اگر الان ایستادگی نکنیم، امنیت مرزها و استقلال هر کشوری در مخاطره قرار می‌گیرد. پیام ما خیلی روشن است. ما از مردم اوکراین متحدان حمایت می‌کنیم و از پوتین می‌خواهیم جنگ را متوقف کند. The facts are clear. Russia has invaded Ukraine without provocation and without justification. Russia has rained missiles and rockets down on Kyiv, Kharkiv, Odessa and other cities. نماینده دانمارک: من به نمایندگی از جانب کشورهای نوردیک صحبت می کنم. مردم دنیا با وحشت به تراژدی موجود در اوکراین نگاه می کنند. رهبری روسیه استقلال و تمامیت ارضی کشور دیگر و قوانین بین المللی را نقض کرده است. تا زمانی که شهروندان اوکراینی قادر باشند به کشور خود بازگردند، ما در کنار مردم اوکراین خواهیم ایستاد. بگذارید روشن کنم که هر جنایت علیه بشریت و هر نقض قانونی بدون مجازات باقی نخواهد ماند. دادگاه بین المللی هم گفته است که اوضاع را از نزدیک دنبال و همه جنایت‌های انجام شده را ثبت می‌کند. People around the world are watching with horror the tragedy unfolding in Ukraine. If Russia stops fighting, there will be no more war. If Ukrainians stop fighting, there will be no more Ukraine. نماینده فرانسه: روسیه هر روز به تهاجم خودش به اوکراین ادامه می‌دهد. مجمع عمومی امروز مسئولیتی تاریخی دارد تا اینکه صدای مردم دنیا از جمله روسیه را برای توقف جنگ توسط روسیه بلند کند تا روسیه تمامیت ارضی و استقلال اوکراین را به رسمیت بشناسد. وقتی اوکراین با نیروی مسلح در مقابل مردمش مواجه است،
و در مقابل تجاوز به خاکش قرار گرفته مجبور است از خودش دفاع کند. The council will be meeting this afternoon to discuss the humanitarian situation in Ukraine. France, together with Mexico, will be tabling a draft resolution in order to guarantee the protection of civilians and safe and unhindered humanitarian access. نماینده گرجستان: اتحادیه اروپا از جانب ما صحبت کرد، اما می‌خواهم بگویم بر عهده ما در مجمع عمومی است که نشان بدهیم این مجمع برای چه هدفی تشکیل شده است. آنچه که اتفاق افتاد یک زنگ خطر برای همه ما بود. یک بار دیگر حمایت گرجستان را از تمامیت ارضی اوکراین از جمله شامل کریمه و دونباس اعلام می‌کنم. And let me once again reiterate Georgia's unwavering support of independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, including Crimea and Donbas, and Ukraine's navigational rights in its territorial waters. I thank you. نماینده لهستان: من از همه کشورهای عضو می‌خواهم از این قطعنامه حمایت کنند. این قطعنامه راه را برای یک راه حل دیپلماتیک باز خواهد کرد. بدون شک ما با بدترین بحران انسانی از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال روبرو هستیم. داستایوفسکی در کتاب جنایت و مکافات گفت اقدام به یک جنایت خودش بدترین مجازات است، چون هیچ جنایتی بدون مجازات باقی نمی ماند. And I wish to conclude by a reference to the warning expressed by a 19th century Russian novelist Fyodor Dostoevsky in his book with a meaningful title, Crime and Punishment. There is no crime without a punishment. Thank you very much. نماینده استرالیا: آنچه که در اوکراین اتفاق می‌افتد اجازه نمی‌دهد ما سکوت کنیم. خیلی خوشحالیم که سازمان ملل برای کمک به نیازمندان در اوکراین وارد اقدام‌های عملی شده است. جنگ علیه اوکراین اقدامی علیه بند 4 منشورهای سازمان ملل است. دادگاه محکمه بین‌المللی باید هر گونه نقض قوانین حقوق بشری و نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را مورد بازرسی و تحقیق قرار دهد. استرالیا حمایت خود را از اوکراین اعلام می‌کند. This dark hour, it is our moral, our legal obligation to condemn the violations of the Charter and show solidarity with the victim of an aggression. Austria will show its full solidarity with Ukraine, the Ukraine government, Ukrainian people. We stand with you. Thank you. نماینده جمهوری چک: ما علاوه بر تایید بیانیه اتحادیه اروپا میگوییم از روسیه میخواهیم فوراً همه نیروهای خود را از اوکراین بیرون ببرد و استقلال و تمامیت ارضی آن را به رسمیت بشناسد. بگذارید بگویم یک کشور عضو این مجمع با نقض قوانین بین المللی به خاک کشور عضو دیگری تجاوز کرده است. ما نمایندگان 193 کشور که در اینجا جمع شده ایم وظیفه بسیار مشخصی برای نگه داشتن منشورهای سازمان ملل و قوانین بین المللی داریم. We urge Russia to stop immediately its military actions and to unconditionally withdraw all its forces and military equipment from the entire territory of Ukraine. نماینده سوئیس: ما با دولت اوکراین همبستگی خود را اعلام و نگرانی خود را از آنچه می‌گذرد اعلام می‌کنیم. سوئیس به شدت نگران استفاده از سلاح‌های خوشه‌ای توسط روسیه است و از کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین حمایت می‌کند. We fully support the draft resolution of the General Assembly and we call upon member states to do the same. Switzerland strongly condemns Russia's attack on Ukraine. We are also concerned about the use of Belarus territory for this military operation. لازم یادآوری است شورای امنیت سازمان ملل متحد یک شنبه شب 8 اسفند به پیشنهاد مشترک آلبانی و آمریکا برگزار شد
و با 11 رأی موافق تشکیل اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی در مورد اوکراین را تصویب کرد. در این جلسه نمایندگان کشورهای مختلف علیه حمله روسیه به اوکراین موضع‌گیری کردند و خواستار توقف این حملات شدند. نماینده اوکراین خطاب به رئیس و اعضای شورای امنیت گفت: از شما می‌خواهم به تصاویر و فیلم‌های آنچه هر روز و هر شب در اوکراین اتفاق افتاده نگاه کنید. روسیه بر تجاوز خود مصر بود ولی شکست خورد. وی ضمن ارائه گزارشی از بدرفتاری‌های نیروهای روسیه نسبت به اسرای اوکراینی گفت: اما در مقابل ما اسرای روسی را در اماکن امن نگه می‌داریم و شماره تلفن‌هایی را به طور عمومی اعلام می‌کنیم تا همه مادران و خانواده‌های روسی بتوانند از سرنوشت فرزندانشان که در اوکراین اسیر یا کشته شده‌اند مطلع شوند. Russia persists in its aggression despite the initial plan of Blitzkrieg, and it failed. Ukraine has opened a hotline entitled Come Back Alive from Ukraine for relatives of Russian soldiers who are not aware of their whereabouts and cannot contact them. The hotline is opened by the government of Ukraine. Over 100 calls from Russian mothers were received during the first hour of its walk. Hello, my dear. Привет, моя дорогая. Тут он. Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Что? Говорю, на территории Украины попал в плен. Сколько там человек? Подожди. Ну, вот так. Объясни, пожалуйста, что ты там, где, как там? Мая, со мной... Послушай меня, пожалуйста, внимательно. لیندا گرینفیلد نماینده آمریکا گفت: ما می‌خواهیم اعلام کنیم وتوی قطعنامه شورای امنیت در مورد اوکراین توسط روسیه ما را از مورد حسابرسی قرار دادن روسیه متوقف نمی‌کند. روسیه یک کشور مستقل را مورد تجاوز قرار داد. Russia vetoed Friday's resolution, but as I have said before, Russia cannot veto our voices. Russia cannot and will not veto accountability. The UNGA emergency session. نماینده آلبانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: آلبانی از تصویب این قطعنامه استقبال می‌کند. این قطعنامه که تصویب شد، درهای مجمع عمومی این ارگان بزرگ را باز کرد تا یک اقدام غیر موجه و تجاوزکارانه را مورد اعتراض قرار داده و محکوم کند. Albania voted in favor and welcomes the adoption of this resolution. Formally, this short text is of purely procedural nature, but its significance is of historic proportions. Those five lines of the text we just adopted open the big doors of the place where the world meets, the UN General Assembly, to speak out and condemn an unprovoked and unjustified pure act of aggression. نماینده فرانسه در جلسه شورای امنیت گفت: رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز دوشنبه شده است تا به وضعیت انسان دوستانه در اوکراین رسیدگی شود. فرانسه در کنار مکزیک پیشنویس قطعنامه‌ای را ارسال کرده است تا دسترسی بلا مانع مردم اوکراین به نیازهای ضروری را تضمین کند. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a souhaité que le Conseil de sécurité se réunisse dès demain sur la situation humanitaire en Ukraine. La France se tient fermement aux côtés de l'Ukraine et de sa population. Je vous remercie. Список ораторов исчерпан, заседание закрывается. The escalation of military operations by the Russian Federation in Ukraine is leading to escalating human rights violations.
صبح امروز جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با سخنان آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. آنتونیو گوترز گفت تشدید عملیات نظامی توسط روسیه در اوکراین منجر به تشدید نقض حقوق بشر می شود. ما نتیجه اجتناب ناپذیر جنگ را که تلفات غیر نظامی زنان، کودکان و مردان هستند می بینیم. آنها مجبور به ترک خانه های خود شدند. ما گرسنگی، فقر و نابسامانی عظیم اقتصادی را می بینیم. من پیوسته خواستار پایان تهاجم و بازگشت به مسیر گفتگو و دیپلماسی شدم. Operations by the Russian Federation in Ukraine is leading to escalating human rights violations. We know the inevitable result of war: civilian casualties, women, children and men forced from their homes, hunger, poverty and huge economic disruption. Conflict is the utter negation of human rights across the board. Freedom of expression is under attack, with reports of journalists and activists arrested. I have consistently called for the end of the offensive and the return to the path of dialogue and diplomacy. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گفت حمله نظامی به اوکراین جان بیشماری را به خطر انداخته است. دفتر ما 406 نفر تلفات در میان شهروندان را به ثبت داده است که شامل 102 کشته از جمله 7 کودک و 304 زخمی است. اکثر شهروندان به وسیله سلاح‌های انفجاری که منطقه وسیعی را می‌پوشاند کشته شدند. حمله با توپخانه‌های سنگین و سیستم‌های رگباری پرتاب موشک و همچنین حملات هوایی صورت گرفته است. شورای حقوق بشر گزارش کرده است که 422 هزار نفر کشور را ترک کردند و تعداد بیشتری آواری شدند. The military attack on Ukraine is putting at risk countless lives. Between Thursday morning and last night, our office has recorded 406 civilian casualties, including 102 killed, including 7 children, and 304 injured. Most of these civilians were killed by explosive weapons with a wide impact area, including shelling from heavy artillery and multi-launch rocket systems and airstrikes. UNHCR reported that 422,000 people have Вот эту страну не победить точно. Сука. Ви наливайте, а ми сюди сріблянку давай. Ви тут суку. А якщо ви тут
для Львова, а роблять дуже багато людей. Давати відсіч. А, відправляли біля на наші барикади по Львову. Стараємося якось доправити чим побільше за межі Львова. А, поїхало до Києва, дуже надіюсь, що... Третя наша трофейна. Красавчики, молодці. Мужики, я снимаю видео. Перед мостом вони стали. روز دوشنبه 9 اسفند وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد بانک مرکزی روسیه را تحت تحریم‌های خود قرار داده است. در این بیانیه آمده است امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی هر گونه نقل و انتقال و تبادل با بانک مرکزی فدراسیون روسیه مرکز دارایی‌های روسیه را برای هر آمریکایی ممنوع اعلام می‌کند. این اقدام به طور مؤثر هر گونه انتقال سرمایه‌های موجود روسیه در آمریکا را به حالت سکون درآورده و چنین تبادلاتی را برای هر آمریکایی در سراسر جهان ممنوع می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت امروز آمریکا و متحدان و شرکای ما مانع از دسترسی پوتین به ذخایر مالی جنگی خود به منظور کاهش تأمین بودجه حمله به اوکراین شدند. این اقدام همچنین مانع از کاهش ضربه تحریم‌های ما علیه پوتین خواهد شد. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد فعالیت سفارت خود در شهر مینسک پایتخت بلاروس را به حالت تعلیق درآورده و به کادرهای خود و خانواده‌های آنان اجازه داده است داوطلبانه سفارت آمریکا در مسکو را ترک کنند. روز دوشنبه 9 اسفند دولت هلند یک محموله تسلیحاتی به اوکراین ارسال داشت. وزیر دفاع هلند ضمن تایید این خبر گفت تجاوز روسیه به خاک اوکراین باید متوقف شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت وزرای دفاع اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد طرح‌هایی برای تأمین مالی مشترک تحویل تسلیحات به ارزش 500 میلیون یورو به اوکراین که شامل طیف وسیع از تسلیحات دفاعی برای عقب راندن نیروهای روسیه است بحث خواهند کرد. کاربران اوکراینی با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌هایی از چگونگی مقاومت خود را به نمایش گذاشتند. از جمله در شهر شرنیهیو مردم با ایجاد سدهای انسانی در مقابل تانک‌های روسی مانع از پیشروی آنها شدند.
сердце, сука, ебашит. Ты что нахуй? Охренеть. Ловись, пидор! Сейчас еще кину тебе, пидорасу. Ловись, шлюха! На, нахуй, трехочковому пидору. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Пиздили технику, блядь. Охуеть. Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні сили України гарно відпрацювало. Все буде Україна. До побачення. Їхати на границю з Україною. Нам также, ну, когда мы были на полигоне Кузьминском, забрали же телефон оттуда, и мы приехали сюда вот. Там. О, ты вот, ты вот. Ой-ой-ой. Самолет. Самолет сбили. Какой? Красавцы. А чей? Ты... Война. Ты шо? Надеюсь. Дать хоть бы ихний, хоть бы ихний. Слава Україні! Героям слава! Смерть врагам! Вот наші герої, вот наші защитники. Слава Україні! Героям слава! Я ж син Україна, я ж син Азербайджан. Спасибо, Азербайджан. Тіла хуйня, бля, чекайте, ебась. Полетела нахуй. Ёбаный, почешись. Сука, где ты там? На Украину. Ох, ёб твою мать, нахуй! Давай, давай, давай! Да, идёт опять, опять идёт добить отсюда. Опять идёт добить отсюда. А это гнида, вот. А, нет, следы крови здесь. Что, блядь, все боли, суки, что ты... Блин, поехали. Ой, лузі, червона калина, похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо. What do you would tell to Russians? Go back home. You have nothing to find here. Siege of Kyiv is happening. It's underway. We have shelling, we have fighting. So we will have more of it. The point is that we all are standing here to help our country survive. О, братва, подъехала суета, пизда вам, москали ебучи, блядь, буду вас палити. Шо ты, дракони, обали? Готовы к новому подпалу, блядь? در همبستگی با اوکراین مردم کشورهای مختلف جهان از جمله در مسکو، مادرید، اتاوا و در ژاپن دست به تظاهرات زدند و حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند. در مسکو پلیس ضد شورش به تظاهر کنندگان حمله و شماری را دستگیر کرد.